به حیث رئیس جمهور افغانستان به عنوان امیر المومنین شما ملت شهید پرور افغانستان به جمهور رئیس به توگه بندی زخپل اعلان کن. رقبای طالبان کابینه های خیالی از رئیس جمهور تا امیر المومنین در تبعید. هر دم از این باغ بری می رسد قصه تازه و عجیب تر از قبل. این حکایت از جای آغاز شد که عبدالله صالح در تاجیکستان خود را رئیس جمهور جمهوری افغانستان خواند. پس از او گروهی از سیاستمداران فراری که در ترکیه، ایران و گوشه کنار اروپا پراگنده بودند تصمیم گرفتند دولت در تبعید تشکیل دهند. اما حتی در مورد نام و ریاست این دولت به توافق نرسیدند. اما حالا افرادی از هر گوشه به شوخی یا جدی رئیس جمهور در تبعید که خود را ابراهیم الکوزی معرفی می کند و معاونان خود را انتخاب کرده ولی هنوز کابینه او تشکیل نشده که زنی به نام عادله سادات یک حکومت موازی در تبعید را اعلام کرد. بیش از آن که جوهر کشمکش این دو خشک شود، ناگهان فرد دیگری به عنوان امیرالمؤمنین در تبعید سر برآورده و مدعی شده که او خلیفه حقیقی است. حال باید دید که آیا ظلمه خلیلزاد هم در تبعید سر بر می آورد تا همه آن آشفتگی ها را یکسره کند. ملت غیور افغانستان متحد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت و زمان آن فرا رسیده است که بی عدالتی ها در افغانستان در مقابل بانوان افغانستان خاتمه یابد و بانوان افغانستان بتوانند که دوباره به مکاتب، دانشگاه ها و محل کار راه پیدا کنند. وقت و زمان آن فرا رسیده است که افغانستان ما با همکاری مرد و زن دوباره آباد شود و زمینه های کاری برای مردم ما فراهم شود و اقتصاد مردم ما در نظر گرفته شود. وقت و زمان آن فرا رسیده است که مشکلات مردم ما دیگر گرسنگی و فقر و بیچارگی و ترس و هراس و خونریزی و آدمکشی و بیسوادی نباشد. وقت و زمان آن فرا رسیده است که در افغانستان عدالت برقرار شود و یک بانوی حکومت کند تا که بتواند این عدالت را برقرار کند. بناهن من عادله سادات کاندید مستقل به حیث رئیس جمهور افغانستان اعلان حکومت می کنم و من رئیس جمهور افغانستان در تبعید هستم. به حمایت شما ملت غیور افغانستان نیاز دارم تا که بتوانیم با هم یک جا متحد این طلسم بی عدالتی را در افغانستان بشکنیم. و من الله توفیق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به ملت غیور و شهید پرور افغانستان. بنده شریف وطندوست تفضل الله به عنوان امیر المومنین شما ملت شهید پرور افغانستان در تبعید اعلان موجودیت کردیم و می خواهیم که آزادی های را برای شما مردم و حکومت افغانستان به وجود بیارم که در زمان حکومت ماویه و یزید و هارون الرشید آزادی را مردم نداشتند که ما برای شما مهیا میکنم. یک چیز دیگر هم برای شما بگویم، شخصی که به عنوان امیرالمومنین در افغانستان اعلان موجودیت کرده که تا هنوز مردم چهره از او را ندیده، تا هنوز نمیشناسه که امیرالمومنین وجود داره نداره، اما بنده به عنوان امیرالمومنین شما مردم که اعلان موجودیت کردیم آمدیم در تصویر و چهره
مبارک خود بر شما نشان دادیم. امیدوار هستم که ملت شهید پرور افغانستان و حکومت افغانستان از این بعد از امر و فرمان امیرالمومنین خود شریف وطن دوست تفضل الله پیروی بکنن، اطاعت بکنن. انشاءالله ما به ملت افغانستان قول میتم که آزادی های را بر شما فراهم میکنیم و کارهای بنیادی را بر مردم افغانستان میکنیم، زمینه کار مساعد میکنیم، مکتب دخترها را باز میکنیم، دیگه تعصبات قومی، نجاتی، حکومت تقومی، هیچ چیزی در سیطره ای امیرالمومنین وجود نخواهد داشت.